درود بر شما، همراه من ریحانه فلاح بیننده و شنونده این بخش خبری هستید از استودیوی ایرو اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. واکنش تهران به گزارش ایران اینترنشنال درباره شبکه لابی جمهوری اسلامی در غرب. وزارت خارجه ایران گفت احزاب آمریکا از کارت بازی تهران برای رقابت سیاسی استفاده می‌کنند. بحران کمبود معلم در آموزش و پرورش ایران. سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از کمبود 260,000 معلم در کشور گزارش داد. آغاز اعلام برندگان جایزه نوبل. برندگان نوبل پزشکی امروز در استکهلم معرفی شدند. همچنین در ادامه این بخش خبری، نیمار در آستانه ورود به تهران در توییتی از وضعیت چمن ورزشگاه آزادی انتقاد کرد. کاربران رسانه‌های اجتماعی با نیمار همدلی کردند. دولت ایران پس از 7 روز در نخستین واکنش به گزارش ایران اینترنشنال درباره شبکه لابی جمهوری اسلامی در غرب، این موضوع را استفاده از کارت بازی ایران در رقابت احزاب سیاسی آمریکا توصیف کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط برخی مشاوران وزارت خارجه آمریکا با وزارت خارجه ایران گفته جمهوری اسلامی مایل نیست درباره مسائلی که در چارچوب رقابت احزاب سیاسی آمریکا شکل می‌گیرد و از کارت بازی با ایران استفاده می شود اظهار نظر کند و این موارد را به طرفهای داخلی در آمریکا واگذار می کند. در همین رابطه همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ماست. به نظر می رسد بعد از چند روز که شاهد نوعی تلاش برای سکوت در قبال این گزارش ایران اینترنشنال بودیم، امروز به طور ضمنی این گزارش تایید شده. خب بله، شاید بشه اینطوری گفت که اینقدر مستندات این گزارش که خب ماها همکارم بزرگمهر شرف‌الدین به هر حال وقت گذاشته بود با مؤسسه سمافور و این تحقیقاتی که انجام شده بود زمانبر بود تا نهایی شد، خب گزارش مستندی است و به تعبیری غیر قابل انکار. به تعبیری وزارت امور خارجه ایران یا فراتر دولت جمهوری اسلامی که حالا سخنگوی وزارت خارجه امروز صحبت کرد، تلاش کرد که به نوعی سکوت کنه، اما در واقع تایید کرد این گزارش رو، نتونست رد کنه چون مستندات وجود داشت، الا اینکه تلاش کرد با ادبیاتی این رو توپ بازی رو بیاندازه به زمین در واقع جریان‌های سیاسی در ایالات متحده و اینکه اونها دارن از کارت بازی ایران استفاده می‌کنن در رقابت‌های سیاسی خودشون، به این تعبیر یا با این ادبیات توجیه کنه و بگذر از کنار ماجرا. اما واقعیت اینه که بخش مهمی از این گزارش طبیعتاً برمیگرده به اون اقداماتی که انجام شد از طرف وزارت خارجه ایران، اون مقدمه چینی‌ها و طراحی شبکه‌ای که لابی جمهوری اسلامی بودن در غرب، در آمریکا، در اروپا. و چقدر این موضوعی که به قول شما با همین ادبیات مطرح شده، یعنی کارت بازی ایران در احزاب سیاسی آمریکا، اولویت داره، اهمیت داره یا اساساً موضوعیت داره؟ خب من خیلی مختصر اگه بخوام بگم، به هر حال ایران بخشی از موضوع نزاع سیاسی بین دو جریان اصلی، دو حزب اصلی، دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا هستش بدون تردید. اما در اولویت‌های مهمی که مطرحه در آمریکا، حتی در رقابت احزاب سیاسی، از بحث اقتصاد و تورم گرفته تا بحث جنگ اوکراین، موضوع روسیه، بحث چین و فهرستی از مسائل داخلی، طبیعتاً ایران یک جایگاه دیگه پیدا میکنه. هرچند در نهایت این کارت یکی از اون کارت‌های بازی دو جناح اصلی سیاسی هست، آنچنان که شاهد بودیم چگونه همین بحث کارشناسانی که واسط بودن یا مؤثر بودن در لابی با تهران و جمهوری در آمریکا، این مؤثر بود در اون گفتگوهای تهران و واشنگتن، چه اونچه که در برجام رخ داد و چه در روندهای بعدی. اما فراموش نکنیم همین کارت بازی در ایران هم وجود داره. به تعبیری دو جناح اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، اون جناحی که به نوعی غرب ستیز هستش، تلاش میکنه از این کارت بازی آمریکا استفاده کنه و در نقطه مقابل جناحی که به دنبال مصالحه یا مذاکره با آمریکا هستم، تلاش میکنه از اون شبکه استفاده کنه، چنان که این شبکه کارشناسان یا شبکه جوانانی که شکل گرفته بود در دولت روحانی شکل گرفت به خاطر اینکه بتونه روند پرتنش مناسبات ایران با آمریکا رو تقلیل بده و منتهی بشه به احیای مذاکرات اتمی. سپاسگزارم همکارم مرتضی کاظمیان که اینجا
در استودیو همراه ما بودید. اما گزارش ایران اینترنشنال، همین گزارشی که درباره صحبت کردیم که درباره شبکه لابی جمهوری اسلامی در غرب بود، با واکنش‌های بسیاری تا به این ساعت روبرو بوده. میتونید متن کامل گزارش رو با عنوان ابعاد پنهان جنگ نرم تهران در وبسایت ما به آدرس irointel.com ملاحظه کنید. تا اینجا تصاویر زنده می‌بینید از برگزاری دادگاهی برای بررسی پرونده‌های قضایی که علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده مطرح شده و در نیویورک در حال برگزاری هستش. ترامپ با اتهام‌های مالی و امنیتی روبرو شده بود سال گذشته. امروز در این دادگاه قراره که به اتهام‌های مالی او رسیدگی بشه. همونطور که گفتم سال گذشته این اتهام‌ها توسط دادستان کل نیویورک علیه دونالد ترامپ مطرح شد و تا الان از چند عنوان اتهامی در دونالد ترامپ اعلام بیگناهی کرده. باید ببینیم که امروز این دادگاه چطور پیش میره. اما یک هفته بعد از آغاز سال تحصیلی در ایران، سخنگوی کمیسیون آموزش و پرورش مجلس اسلامی از کمبود 260 هزار معلم در کشور گزارش داده. احمد حسین فلاحی با تاکید بر بحران کمبود معلم از پایتخت تا دورترین شهرهای کشور، از کمبود 4 هزار آموزگار در مدارس تهران خبر داد. رئیس کمیسیون آموزش مجلس هم هفته گذشته گفت سازمان استخدامی کشور از 28 هزار معلمی که قرار بوده مشغول به کار شوند، صلاحیت 11 هزار نفر را تایید نکرده. همزمان محمد وحیدی نماینده مجلس شورای اسلامی هم گزارش داد 23 هزار کلاس درس بدون معلم در کشور برگزار میشن. همزمان تصاویری از دانش آموزان پشت در بسته مدرسه بدون معلم در روستای الله‌آباد از توابع شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان در رسانه‌های اجتماعی بازنشر شده. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. با وجود یه هفته از برگزاری مدارس، متأسفانه هنوز مدرسه دبیرستان متوسط شهید فهمیده الله‌آباد از توابع شهرستان سراوان هنوز برگزاری نشده و هنوز هم کسی براده نمیگیره مدرسه رو. آموزش پرورش رو زنگ میزنیم میگه براده ما نیست. از مسئولین اداره شهر زنگ میزنیم میگه براده ما نیست. الان امروز شنبه، یه هفته بعد از برگزاری مدارس، هنوز مدرسه بسته است و کسی جوابگو نیست. این دانش آموزان هم عده کمی هستند که نزدیک به ما تماس گرفتن بیه حداقل در دلتون مسئولین بگیم. برای پرداختن بیشتر به بحران کمبود معلم اینجا همکارم لیلا سعادتی در استودیو است. لیلا، به نظر میرسه که 11 نفر از متقاضیان استخدام در وزارت آموزش و پرورش رد صلاحیت شدن. آیا توضیحی داده شده چرا؟ رینا، ما بیشتر از 15 میلیون دانش آموز تو کشور داریم که امسال 100,000 دانش آموز و کودک، حتی خود آموزش پرورش داره میگه که 200,000 کودک اصلا نرفتن کلاس اول رو شروع نکردن و از تحصیل باز موندن. با این آماری دانش آموزانی داریم تو مقاطع مختلف. الان دارن گفته میشه که خود نماینده مجلس دارن میگن مثلا حدود 260,000 معلم کم داریم و الان چند تا از در واقع شهرهای کشور، همچنین تهران 4,000 معلم، خود تهران کم داره و کلاس ها 10 روز داره از مهر میگذره و کلاس‌ها بدون معلم مونده. من اینو می‌خوام بگم که در اردیبهشت ما نزدیک 535 هزار نفر رفتن در آزمون استخدامی کشور شرکت کردن. آموزش پرورش می‌خواستش که 28 هزار تا معلم در واقع از این آزمون بیان بیرون استخدام بکنه و با همون 28 هزار تا معلم کم بوده، در واقع کم بوده زیادی است. دست کم 300 هزار معلم در ایران کمبود وجود داره. از اون تعداد دیدیم که سازمان استخدام کشور در واقع صلاحیت 11 هزار نفر رو تایید نکرد و کلن 18 هزار معلم رو در واقع جذب آموزش پرورش شد و آموزش پرورش هر چقدر به بازگشای مدرسه نزدیک شد دیدش که در واقع خیلی از کلاس ها بدون معلم بودن. البته بگم که کمبود معلم فقط برای امسال نیست، سالهای گذشته هم چنین مشکلی بود، اما یک مسئله وجود داره، این هستش که تعداد کسانی که از دانشگاه فرهنگی معلم در واقع فارغ التحصیل میشن عددش زیاد نیست نسبت به کمبود. همچنین امسال دولت ابراهیم رئیسی موضوع جنسیت معلمان رو مطرح کرده، یعنی الان داره شروع کرده از تابستون و از یک سالی میشه شروع کرده بودش که در واقع معلمان مرد فقط برای مدرسه پسران و همچنین معلمان زن فقط برای مدرسه دختران باشه. این تفکیک جنسیتی و اینکه در واقع داره جدا میکنه، خب این باعث شده که یه سری از مدارس و کلاس‌ها بدون معلم بمونن. برنامه پیش بینی شده برای حل این بحران به نظر بعضی آموزش پرورش اصلا
این عددی که الان عنوان میشه رو خیلی ناچیز دونست و گفته که ما یه فکری میکنیم که از اواسط مهر ما حتما معلم در واقع اضافه خواهیم کرد، ولی نظرش این بودش که معلمان بازنشسته رو دوباره دعوت به کار بکنه. خیلی از معلم بازنشسته چیزی که ما میدونیم دعوت آموزش پرورش رو نپذیرفتن، نه این به حال به هر دلیلی و یا مشکلاتی داشتن با آموزش و پرورش، معوقایی داشتن که همیشه اذیت شدن. اما وزیر آموزش پرورش به این فکر میکرد که از ابراهیم رئیسی خواسته بود 25,000 معلم دانشجو به جذب در واقع مدارس بشه به عنوان معلم پرورشی که ما میدونیم طلاب و نیروهای خودی و ارزشی هستن. ابراهیم رئیسی با جذب 11,000 نفر موافقت کرد و قرار هست احتمالاً این معلمان در راستای خالص‌سازی دولت امام رئیسی به بدن آموزش پرورش تزریق بشن. متشکرم از توضیحاتت و حضورت اینجا در استودیو همکارم بلا سعادتی. در اینجا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. پایگاه خبری هالوش شمار شهروندان بازداشت شده در 3 روز گذشته در زاهدان، خاش، میرجاوه و چابهار را دست کم 216 نفر اعلام کرده. بر اساس این گزارش 32 کودک هم بازداشت شدند و دستگیری ها همراه با خشونت و ضرب و شتم بوده. توماج صالحی ادعای وکیلش درباره رسیدگی پزشکی در زندان را رد کرده. او در پیامی نوشته بعد از 6 ماه اعلام درد دندان و تب و لرز به دلیل نبود امکانات دندان را عصب کشی کرده و 3 روز بعد مسئولان زندان برای پر کردن همان دندان اقدام کردند. صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا ژینا امینی در جلسه امروز دادگاهش تاکید کرده به نظریه پزشکی قانونی درباره نحوه قتل مهسا امینی معترض است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، صالح نیکبخت در دادگاه گفته تا زمانی که خواسته خانواده امینی برآورده نشود سکوت نخواهد کرد. این وکیل دادگستری بار دیگر خواستار تشکیل کمیسیونی به حضور پزشکان و پزشکان مورد اعتماد خانواده مهسا امینی شده. خاله نیکا شاکرمی از جانباختگان خیزش مهسا با انتشار عکس‌های از او به مناسبت سالروز تولدش نوشته زندگی و مرگ تو تراژدی بزرگی است و انتخاب تو و سرنوشت تو در این بود که با در مرگت ستاره شوی. آتش شاکرمی پیشتر در اینستاگرامش ابعادی از فشار نهادهای امنیتی بر خود و خانواده‌اش را فاش کرد و گفته بود با آنها مبارزه می‌کند. ممنون که همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. مروری دوباره بر عناوین مهمترین خبرهای امروز. واکنش تهران به گزارش ایران اینترنشنال درباره شبکه لابی جمهوری اسلامی در غرب. وزارت خارجه ایران گفت احزاب آمریکا از کارت بازی تهران برای رقابت سیاسی استفاده می‌کنند. بحران کمبود معلم در آموزش و پرورش ایران. سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از کمبود 260,000 معلم در کشور گزارش داد. برندگان جایزه نوبل پزشکی امروز معرفی شدند. کاتالین کاریکو و درو وایزمن دو پژوهشگر برنده نوبل پزشکی امسال هستند. مراسم اهدای جوایز مشهور و معتبر نوبل از امروز در سوئد آغاز شده. برندگان نوبل در دیگر رشته‌ها در روزهای آینده و در چند مراسم دیگر اعلام می‌شوند. مراسم اهدای جوایز نوبل در رشته‌های مختلف در استکهلم، پایتخت سوئد و آیین اهدای نوبل صلح در اسلو، پایتخت نروژ برگزار می‌شود. برگردیم به تصاویر زنده‌ای که در حال پخش هست از دادگاهی در نیویورک که برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه دونالد ترامپ برگزار شده بود. دونالد ترامپ از دادگاه بیرون اومده و مشغول صحبت با خبرنگارا هست. پیشتر او اتهام‌ها در زمینه ایجاد توطئه برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات رو رد کرده بود. امروز هم قرار بوده که به اتهام‌های مالی او رسیدگی بشه. بله، همکارم پیام دریابی اینجاست در استودیو و با ما برای اینکه بیشتر بپردازیم درباره جایزه نوبل پزشکی که امروز به 2 دانشمند اهدا شد. بیشتر به ما بگو از اهمیت این جایزه و چرا این 2 دانشمند موفق به دریافتش شدند. کاتالین کاریکو و وایزمن جفتشون اساتید دانشگاه پنسیلوانیا هستند و اون حوزه‌ای که اینا در حال تحقیق هستن توسعه واکسن‌های mRNA هستش. خیلی جالبه که اینها 2 هفته پیش برنده جایزه هم تو دانشکده پزشکی دانشگاه محمد بن راشد تو امارات شدن. اما اهمیت کار اینها چیه؟ اهمیت کار اینها اینه که
تحقیقات اینا عملا پایه ساخت واکسن های کووید شرکت های فایزر و مادرنا شد. عملا واکسن های فایزر و مادرنا شرکت های کووید شرکت های فایزر و مادرنا بر اساس این تکنولوژی ساخته شدن و عملا یک سپر حفاظتی شدن در مقابل اون همیگیری وحشتناکی که همه ما اون رو تجربه کردیم و عملا پایه‌ای شد که بتونیم این واکسن ها و این تحقیقات این دو نفر باعث شدش که ما بتونیم این همیگیری رو بالاخره دولت ها بتونن جمعش کنن. و اگه امروز ما اینجا نشستیم و ماسک نمیزنیم و زندگی به حالت عادی برگشته بر پایه تحقیقات این دوتا هستش. اما واکسن های mRNA برخلاف واکسن های سنتی که از ویروس های ضعیف شده استفاده میکنن، میان از عامل مهاجم رو که وقتی دریافت میکنه به بدن آموزش میدن که عامل مهاجم رو به وسیله مولکول های RNA و یا رشته های RNA اون رو خنثی بکنن. یه نکته که وجود داره، این تکنولوژی باعث میشه که سرعت تولید واکسن افزایش پیدا کنه. و چیزی که دیگه که وجود داره اینه که به وسیله این تکنولوژی ما میتونیم برای بیماری‌های نادر و حتی بیماری مثل سرطان واکسن تولید بکنه و این یک پیشرفت خیلی خیلی مهمی هستش تو علم پزشکی. یه زیبایی دیگه این فناوری داره که برخلاف واکسن‌های سنتی که همیشه دست شرکت‌های بزرگ بود، ولی در این به وسیله این فناوری استارتاپ‌های کوچک، گروه‌های دانشگاهی هم میتونن با توسعه ساختارهای جدید آرنه کمک بکنن به تولید واکسن‌های جدید. پیام خیلی کوتاهی به ما بگی، چقدر قابل پیش‌بینی بود که این جایزه رو این دو نفر امروز دریافت کنن؟ سه گروه بودن، یعنی یه گروه که همینا بودن، یه گروه بودن که روی درمان سرطان کار می‌کردن و یه گروه هم روی یک تحقیقاتی بودن به نارکولپسی که یه جور حمله خواب در ساعت بیداری بودن. اینها رو احتمال می‌دادن که اینا ببرن، ولی خب این گروه بود. متشکرم از توضیحاتت و حضورت اینجا در استودیو همکارم پیام دریابی. اما بازنشستگان شرکت مخابرات در استان‌های مختلف از جمله اصفهان، فارس، خوزستان، کرمانشاه و زنجان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند. بازنشستگان معترض خواستار اجرای کامل آیین‌نامه استخدامی سال 89 و رفع مشکلات بیمه درمانی هستند و تاکید دارند تا رسیدگی به خواسته‌های خود به خیابان خواهند آمد. بله، اما ببینیم در فضای مجازی رسانه‌های اجتماعی چه موضوعی برای کاربران مورد توجه بوده. همکارم نوشین خانی این طرف استودیو هست. نوشین، فکر می‌کنم اون ویدیویی که از نحوه ترمیم چمن‌های استادیوم آزادی منتشر شد خیلی واکنش برانگیز بود، حتی بین کاربران غیر فارسی زبان. بله دقیقاً ریحانه، حالا بعد از اومدن رونالدو به ایران و اون ماجراها و حاشیه‌هایی که درست شد، حالا انتشار این ویدیویی که با هم باز هم در این بخش می‌بینیم کلی واکنش به همراه داشته، همونطور که تو گفتی از کاربرای ایرانی گرفته تا واکنش‌های منفی بین‌المللی، حتی صدای صدا و سیما هم بار در اومده و مجراشون دارن شدیداً انتقاد می‌کنن. اگه موافقی یک بخشی از واکنش‌ها رو با هم مرور کنیم. حتما. یک بی‌آبرویی جدید برای مدیریت فوتبال ایران و فراتر از اون البته برای حاکمان جمهوری اسلامی. حالا در آستانه سفر تیم الهلال عربستان به تهران برای بازی با تیم نساجی، تصاویری از ترمیم دستی چمن ورزشگاه آزادی منتشر شده که ابعاد وسیع تری به خودش گرفته. ویدیو رو ببینیم. Thank you.
نیمار جونیور فوق ستاره فوتبال جهان و یکی از کسانی که بیشترین تعداد دنبال کننده را در فضای مجازی داره و در الهلال عربستان بازی میکنه به انتشار تصاویری که از چمن ورزشگاه آزادی دیدیم واکنش نشون داده. نیمار با انتشار اموجی خنده در شبکه اجتماعی ایکس نوشته این ممکن نیست. خیلی از کاربران ایرانی زیر همین پست نیمار واکنش نشون دادن و طیفی هم با بازنشر تصاویر چمن ورزشگاه آزادی رو نمونه ای از مدیریت بیکفایت و ناکارآمد کشور توصیف کردن. شماری از کاربرها با طنز و شوخی این تصاویر رو اینطور تعبیر می کنن: روش فوق مدرن و پیشرفته برای اصلاح و ترمیم چمن ورزشگاه آزادی. حسین یزدی کنشگر مدنی گفته نیمار خبر نداره که در ایران همه چیز امکان پذیره. پهن کردن تکه تکه چمن که چیزی نیست. این حساب کاربری هم به اسم کتابشاه سوم در ایکس به بودجه های میلیاردی در فوتبال اشاره کرده و میگه اگه نیمار از این چیزا خبر داشت هیچ وقت مسخرمون نمی کرد. این کاربر هم از عملکرد مسئولان ورزشگاه آزادی برای صرفه‌جویی در هزینه ها و آبیاری چمن این استادیوم با آب آلوده دریاچه آزادی نوشته که سبب انتقال باکتری و قارچ به چمن و خسارت سنگین مالی هم شده. او گفته در کنار این اتفاق دیگه چمن آزادی رو به فنا دادن که تعجب نداره. اما برخی از کاربرها هم مثل این کاربر تاکید می‌کنند که این فقط یه مثال کوچیک از بلایی که جمهوری اسلامی بر سر ایران آورده. عباس میلانی استاد دانشگاه جدای این که تصاویر ترمیم چمن برای آبروداری رو فلاکتبار توصیف کرده گفته این نماد و نمود حقارت نکبت ولایی است. میلانی نوشته که حتی توان و شعور نگهداری از سرمایه‌ای رو که از دوران شاه غصب کردن ندارن. شرم هم البته ندارن. و پیمان مولوی هم نحوه نصب چمن رو شبیه اتفاقهایی دونسته که در تمام بخشهای اقتصادی روی میده. او میگه اما این خیلی شفاف و روشنه. این حساب کاربری هم مثل خیلی از کاربرها بحث فساد در سیستم مدیریتی رو مطرح کرده و با کنایه گفته به جای جلوگیری از نابودی زیرساخت‌های کشور همه از جمله مجلس و قوه قضاییه مشغول مسئله قانون حجاب هستند. اما گروهی از کاربرها هم معتقدند از این افتضاح تر هم میشه و اون هم وقتیه که چمن موقع بازی و پا خوردن تیکه تیکه کنده میشه، چون چمن باید فشار یه وزن 100 کیلویی رو تحمل کنه. و نهایتاً خیلی ها هم انتقاد و ناراحتی خودشون رو در قالب طنز ابراز کردن، مثل این کاربر. اون نوشته خدا کنه دوزنده های چمن ورزشگاه آزادی سوزناشون رو جا نذاشته باشن توی چمن. و تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما هم بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبریه. شما میتونین با ارسال ویدیو و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنین. شما میتونین به شماره‌ای که روی صفحه می‌بینین با ما در واتساپ و تلگرام در تماس باشین. در ادامه این بخش هم برمیگردم به همکارم ریحانه. متشکرم ازت همکارم نوشین خانی اینجا در استودیو. تا اینجا چند خبر کوتاه از گوشه و کنار دنیا. بارش‌های سیل‌آسا در نقاط مختلف تایلند ادامه دارد. آبگرفتگی معابر، تخریب منازل مسکونی بر اثر سیلاب و اختلال در تردد خودروها از نتایج این بارندگی است. در بعضی از نقاط تایلند، طغیان رودخانه‌ها خسارات شدیدی بر جا گذاشته. چند پارک ملی هم به دلیل بارش شدید باران و وقوع سیل و برای جلوگیری از خسارات جانی به طور موقت بسته شده. فرانسه استرالیا را متهم کرد که با حمایت از پیمان منع جنگ افزارهای هسته‌ای روابط خود با ناتو را تضعیف می‌کند. انتقاد صریح فرانسه در حالی مطرح می‌شود که استرالیا با وجود حمایت از معاهده پیمان منع جنگ افزارهای هسته‌ای از امضا و تصویب آن جلوگیری می‌کند. آتش سوزی گسترده در یک مرکز پلیس در شهر اسماعیلیه در شمال شرقی مصر دست کم 38 زخمی به جا گذاشت. عملیات امدادرسانی ادامه دارد. علت وقوع آتش سوزی در حال بررسی است.
اما در اینجا بریم و تصاویر ببینیم از یک نمایشگاه اسباب بازی در نیویورک، یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های بین‌المللی که سال 1903 تأسیس شده. این نمایشگاه به عنوان یک پلتفرم برای نمایش جدیدترین اسباب بازی‌ها، بازی‌ها، سرگرمی‌ها و محصولات فصلی و شرکت‌های فعال در این صنعت رو کنار هم جمع می‌کنه. موضوعات اصلی نمایشگاه شامل هنر و صنایع دستی، کتاب، موسیقی، اکشن فیگرها و بخش کودکان و نوزادانه. فراموش نکنید که میتونید در اپلیکیشن اینتل پلاس آخرین خبرها از ایران و جهان رو همیشه دریافت کنید. در همین اپلیکیشن برنامه‌های خبری ما، مستندها و برنامه‌های رادیویی ایران اینترنشنال هم در دسترس شما قرار داره. همه اینها و بیشتر فقط با دریافت این اپلیکیشن که برای دستگاه هوشمند طراحی شده و به راحتی قابل دریافته. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. همکارم الهام یزدی‌ها در آن سوی استودیو منتظر شماست با تازه‌ترین‌ها از دنیای ورزش. ریحانه، نهمین روز بازی‌های آسیایی ملی‌پوشان کوراش و دو میدانی تعداد مدال‌های طلایی کاروان ایران را به 5 رسوندند.